من هانیم و به اتاق 13 خوش اومدید. سلام، منم بهرامم و به اتاق 13 خوش اومدید. پرونده‌ای که امروز قراره با هم مرور کنیم میتونه برای بعضی از ماها یه پرونده خیلی عجیب و غریب باشه و برای عده نه، فقط یه حادثه باشه. حالا من اطلاعات کامل رو بهتون میدم، نظر خودم هم آخرش میگم و این شما این که تصمیم میگیرید که یک نقشه خیلی بزرگ بوده، یک آدم رو بایی خیلی بزرگ بوده یا صرفا فقط یه حادثه بد گوار ناگوار بوده. بریم شروع کنیم. آقای جورج سادر در سال 1895 در ایتالیا متولد شد، ولی زمانی که 13 سالش بود همراه با برادر بزرگترش به آمریکا مهاجرت کرد. هیچ وقت نه به بچه‌هاش، نه به اعضای خانواده‌اش، نه به دوستاش توضیح نداد که چرا از ایتالیا اومده به آمریکا و برای همه این مسئله سوال بود. حالا از اینش بگذریم، به محض اینکه وارد آمریکا شد رفت توی راه آهن پنسیلوانیا شروع کرد به کار کردن. ماشین داشت، به عنوان راننده کار میکرد، آب و غذا و وسایلی که کارگرها لازم داشتن رو با ماشین بهشون میرسون. ولی انقدر خوب تونست خودش رو به جامعه آمریکا وصل کنه و خودش رو جا کنه که یک کمی از 20 سال اونورتر، 21 سال، 22 سالش بود که شرکت خودش رو تأسیس کرد. یه شرکت حمل و نقل داشت که اول خاک جابجا می‌کرد، چند تا ماشین داشت توی شرکتش و بعد به تجارت زغال سنگ روی آورد. زغال سنگ جابجا می‌کرد و تونست که از لحاظ مالی حسابی خودش رو به عنوان یک مهاجر بالا ببره. معنی واقعا میگن آمریکا کشور آرزوهاست، اینجا معلوم آره میشه. برای این تونسته بود یه زندگی آمریکایی، رویای آمریکایی رو برآورده کنه. در سنش هم کم بود که با یه مهاجرزاده دیگه به اسم جنی ازدواج کرد. اون هم ایتالیایی بود، از زمانی که بچه بود وارد آمریکا شده بود همراه با پدرش و بعد با آقای جورج ازدواج کرد. زندگی خوبی داشتن، خیلی آدم‌های خوشبختی بودن، انقدر خوشبخت بودن که 10 بچه به دنیا آوردن و اصلا اسمای اینا رو گفتن خیلی سخته. در سال 1923 اولین فرزندشون از 10 به دنیا اومد. اینا توی یه خونه 2 چوبی ساکن شدن، یه جایی که مهاجرین ایتالیایی اونجا زندگی می‌کردن و خب با همدیگه رفت آمد داشتن، صحبت می‌کردن. بعضیا هم با همدیگه هم دیدگاه بودن، بعضیاشون نبودن و جورج خیلی نظرات تند و تیزی در مورد دیکتاتور ایتالیانی موسولینی داشت و این باعث شده بود که یه عده خیلی عصبانی بشن. حالا من رفتم یکم سرچ کردم در مورد این آقای موسولینی که ببینم کی بوده و چجوری بوده و اینا، نتونستم خودش یه چیزی در چند جمله پیدا کنم، ولی به هر جهت دیکتاتور بوده دیگه. و این باعث شده بود که یه عده با جورج خیلی بد باشن، خیلی ازش کینه به دل داشته باشن. فقط من نمیدونم که اینا اگر این آقای موسولینی رو اینقدر دوست دارن چرا مهاجر باشی، برو تو کشور خود زندگی کن، برو ایتالیا زندگی کن. ولی حالا به هر جهت از اینها بگذاریم و این باعث شده بود که جورج برای خودش دشمن درست کنه. از سال 1923 تا سال 1943 جورج جمعاً صاحب 10 شد. یعنی توی هر سال تو 20 سال کلا شده بوده و هر دو سال یه بچه. آره تقریبا. در این اپیزود ما در مورد فرزند دوم جورج و جنی اصلا حرف نمیزنیم، چون در جنگ جهانی دوم شرکت کرده بوده و اصلا داخل اپیزود ما نیستش. جورج همچنان نظرات مخالف خودش علیه موسولینی رو هم داره و در سال 1944 ظاهراً آقای موسولینی دستگیر میشه و اعدام میشه، ولی هنوز طرفداران به خصوص خودش رو داشته. یک بار در سال 1946 یه آقایی که بیمه عمر میفروخته اومده بوده خونه جورج
و وقتی دیده که جورج رو نمیتونه راضی کنه که ازش بیمه بخره، به جورج یه حرفایی میزنه که حالا من برای که این جمله هاشو براتون بگم از روی لپتاپ میخونم. میگه که شما دود خواهید شد، فرزندان شما نابود خواهند شد، همه اینها به خاطر سخنان کثیفیه که در مورد موسولونی میگین. حالا تو اومدی بیمه عمر بفروشی به این دست آخر دیده هیچ کار ازش برنمیاد، گفته دیگه کلا طرف رو اصلا بشیره بسارم ببرم کنار. یه بار دیگه یه آقای ایتالیایی دیگه هم اومد خونه‌شو، همینجور داشتن با هم صحبت میکردن، این آقا به جعبه فیوزی که توی اتاق کار جورج بود اشاره کرد و گفت این آتیش میگیره ها، حواست باشه. و جورج مطمئن بود که اصلا همچین چیزی نیست، چون به تازگی اجاق گاز آورده بود، نصب کرده بود و اداره برق اومده بود سیمکشی خونش رو چک کرده بود و جورج مطمئن بود که سیمکشی خونش یا جعبه فیوز هیچ مشکلی نداره. در شب کریسمس سال 1946 بوده که ماریون دختر بزرگ جورج که توی یک فروشگاه کار میکرده برای خواهرای کوچیکترش اسباب بازی میاره به عنوان کادوی کریسمس، برای مارتای 12 ساله، جنی 8 ساله و بتی 5 ساله. بچه ها از این مسئله خیلی هیجان زده بودن و دوست داشتن که با اسباب بازیاشون بازی کنن. هدیه کریسمس بوده و مثل اینکه اینها عادت داشتن که شبها رو زود میخوابیدن، ولی علل حساب چون شب کریسمس بوده و بچه ها کادو گرفته بودن، جنی به بچه ها اجازه میده که بیشتر بیدار بمونن، ولی یه شرط میذاره. اون هم این که موریس 14 ساله و برادرش لوی 19 ساله برن گاوها رو ببرن داخل طویله به جوجه ها غذا بدن قبل از اینکه بخوابن. حالا میخوان ساعت 12 شب بخوابن، میخوان 4 صبح بخوابن، هر وقت، ولی قبل خواب این کار رو انجام بدن. و بچه هم قبول میکنن هیجان زده. جنی هم دختر کوچیکش سیلویا رو که اون زمان 2 سالش بوده بر میداره با خودشو میره که بخوابه. آقای جورج هم همراه 2 تا پسر بزرگترش یعنی جان و جورج جونیور، چون از صبح سر کار بودن، توی معدن بودن، زغال سنگ بار کرده بودن، اونها خوابیده بودن ساعت 10 کلن و اصلا نبودن، تو اتاق خودشون خواب بودن. و جنی هم میره میگیره میخوابه. گفتیم که جنی ساعت 10 رفت خوابید و ساعت 12 شب بود که تلفن خونه شروع کرد به زنگ خوردن و جنی رفت که تلفن رو جواب بده. جنی هم که میدونید دیگه مادر خانواده است، رفت تلفن رو جواب بده، دید یه خانومی پشت خط داره یه سوالی میپرسه که مثلا اینجا خونه فلانیه و پس زمینه صداش صدای موسیقی و لیوانا رو به هم بزنه، نگار مهمونی پارتی چیزی بوده. و جنی هم گفت نه اشتباه گرفتید و تلفن رو گذاشت. قبل از این که بره بخوابه دید که پرده های خونه بازه، چراغ هنوز روشنه، در خونه قفل نشده و ماریون دختر بزرگتر که اسباب بازی رو برای بچه های کوچکتر آورده بود تو طبقه پایین روی مبل خوابش برده. برای جنی عجیب بود چون که بچه های روتین بود، این کاری بود که باید انجام میدادن، ولی چرا الان این کار رو انجام ندادن؟ توی خواب و بیداری میره پنجره ها پرده ها رو میکشه، در رو قفل میکنه، چراغ ها رو خاموش میکنه و میره توی اتاق خودش میخوابه. حدود ساعت 1 شب بود که دید بالای سرش صدا میاد، انگار یه چیزی پرت میشه روی سقف خونه و بعد قل میخوره، مثل مثلا حالا یه توپی چیزی اتفاق. آره و ایجاد سر صدا کرده بود براش، فکر کرد که حالا پرنده یان چیزیه که داره اینجوری صدا میده، توجه نکرد، خوابید. نیم ساعت بعد احساس کرد که بوی دود میاد، بوی دود از تو خونه میاد و بلند شد چک کرد، دید جعب فیوز اتاق کار جورج آتیش گرفته و صدا زد، جورج صدا زد، سیلویا رو خودش بغل کرد بچه کوچیکترش رو،
از خونه رفتن بیرون. ماریون دختر بزرگتر که طبقه پایین بود رفت بیرون. جنی و سیلویا هم رفتن بیرون. آقای جورج هم همراه اون دو تا پسرش که یه جا با هم دیگه خوابیده بودن، یعنی جان و جورج جونیور که میشه پسرش، از خونه اومدن بیرون. هر چقدر جیغ زدن، هر چقدر صدا زدن بچه‌های بالا رو، هیچ کس جواب نمیداد. یعنی مثلا هر چی صداشون میزدن که داد و بیداد میکردن، آره، بچه‌ها تو اتاق زیر شیروانی خواب بودن، یعنی اتاقشون اتاق زیر شیروانی بود. آقای جورج اومد از راه پله بره بالا، دید راه پله آتیش گرفته، نمیتونه بره بالا. هی صدا زدن بابا جواب نمیدن اینا. بعد اومدن دنبال چی؟ اومدن یه نردبون داشتن کنار خونشون، اومدن اونو بذارن که از پنجره برن بالا. دیدن نردبون نیستش. این ورو بگرد، اون ورو بگرد، دن بابا نردبون نیستش، این کجا رفته؟ گفتن اوکی. رفتم ماشینایی که اون روز باش کار کرده بودن، دو تا ماشین بود اونجا که هنوز بار زغال سنگ هم داشت کار کرده بودن، رفتن که ماشینا رو بیارن که ماشینا رو حداقل بذارن برن بالا. ماشینا روشن نمی‌شدن، یعنی ماشینا روشن، یعنی دو تایشون روشن نمی‌شدن، ماشینا روشن نمی‌شدن. خب حالا این رو داشته باش، اینا خبر داشته باش، باز همچنان نه صدای از بچه ها میاد نه هیچی. بالاخره به نظر من مثلا بچه ها چجوری بینی بیدار نشده از آتیش سوزی، از گرما، از چیزی، یه سر صدایی بکنه. میدونیم یه احتمال الان میتونیم در نظر بگیریم، هنوز نمیدونیم آینده چه اتفاقاتی قرار رو بیفته، میتونیم در نظر بگیریم خفه شدن. آره یعنی تو دود مثلا خفه شدن، تو دود خفه شدن، این احتمال رو میتونیم داشته باشیم، به شرطی که چیزای بعدی که میاد نباشه. حالا اینجا رو گوش بده. دختر بزرگ ماریون رفت به همسایه گفت که زنگ بزن آتش نشانی بیاد. همسایه رفت زنگ بزنه، دید که تلفن قطع، تلفن خونه خود همسایه قطع بوده، تلفن همسایه قطع بوده. همسایه رفت به یه همسایه بعدی گفت، همسایه اونم گفت که تلفن قطعه، تلفن اونم قطع بود. یه آقایی که داشت رد میشد از اونجا رفت به یه باری بود اونجا گفت زنگ بزن آتش نشانی بیاد که خونه آتیش گرفته، اونم تلفنش قطع بود. یعنی تلفن کلی انگار قطع شده بود شبکه، تلفن کلی قطع شده بود. حالا به هر زور و زحمتی زنگ زدن به آتش نشانی. فکر کن ساعت 1:30 الی 2:30 شب خونه آتیش گرفته، آتش نشانی ساعت 7:30 صبح اومد، یعنی الان 6 ساعت نه تقریبا 6 ساعت این آتش نشانی نیومد. بعد هم بهانه شون این بود که ما راننده نداشتیم که بیاد، من رانندگی بلد نبودم نتونستیم ماشینو بیاریم. مگه میشه آخه؟ حتی مثلا اگه گواهینامه هم نداشته باشی رانندگی رو بلدی دیگه. حالا آقای جورج و همسرش و چند تا بچه‌ای که بیرون بودن در کمال ناباوری نشستن، آتش سوزی خونه رو دیدن و خونه چوبیشون فرو ریخت توی زیر زمین و جوری که خودشون میگفتن خونه فقط 45 دقیقه سوخت تا بریزه، چوبم بوده دیگه، و علنا دیگه بچه ها پیدا نشدن. ساعت 8 صبح که آتش نشان ها رسیدن، فاصله شون تا خونه آقای جورج فقط 4 کیلومتر بود، ولی با این حال بهتون گفتیم که با 6 ساعت تأخیر اومدن. تا ساعت 10 صبح مشغول گشتن بودن، یعنی خونه رو میگشتن، بین خاکسترها میگشتن چیزی پیدا میکنن، شواهدی، آثاری، چیزی، دقیقاً که ببینن چیزی میتونن پیدا کنن یا نه. با خانواده مصاحبه کردن، با همسایه ها مصاحبه کردن و هیچی نتونستن پیدا کنن. یعنی جورج و زن و بچهش اونجا بودن ولی هیچی نتونستن پیدا کنن. یه شایعه ای که بین مردم شده بود این بود که آتش نشانی تونسته چند تا استخون و یه سری اندام داخلی پیدا کنه، ولی خب فقط شایعه بود، هیچی به خانواده جورج تحویل ندادن، هیچ استخونی پیدا نشد و برای همه سوال بود مگه میشه که 5 تا آدم اونجا سوختن، 5 تا بچه سوختن، هیچ استخونی پیدا نشه، هیچ دندونی پیدا نشه، و از اون مهمتر همسایه ها بوی
گوشت رو نفهمن. بالاخره خب آدم اونجا سوخته بوده، وقتی 5 تا آدم بسته بالاخره به گوشت و پوست و مو اون بالاخره بهش میرسه. همین دیگه، هیچ کس هیچ بویی نشنیده که مثلا بگی بوی گوشت رو شنیدن یا صدای جیغی شنیده باشن، حالا اگه بگیم بچه‌ها خفه شدن اونجا سوختن، ولی خب هیچی پیدا نشد. و 4 روز بعد جورج گفت که دیگه بسه، اگه شما نمیتونین چیزی پیدا کنین بسه، بچه‌های من مردن تمام. رفت خاک آورد و اونجا دیگه خونه نساخت، اونجایی که آتیش گرفته بود دیگه خونه نساخت، گفت میخوام باغش کنم. 1.5 متر خاک آورد روی خونش ریخت و اونجایی که بچه‌ها به حساب مرده بودن رو باغ کردن با همسرش و تا آخرین لحظه‌های زندگیشون از اون باغ مراقبت می‌کردن. و 4 روز بعد هم پزشکی قانونی گفت که بله، بچه‌ها مردن. یه دادگاهی هم تشکیل شد، در اون دادگاه اتفاقا یکی از هیئت منصفه‌ای که توی اون دادگاه بود همون آقایی بود که بیمه عمر می‌فروخت، که به جورج گفته بود که تو موسولینی میمیری، بچه ها خونه میسوزه و همه زندگی میسوزه. آره هیئت منصفه هم گفتن که بله، بچه ها آتیش گرفتن و مردن. و یه اتفاق دیگه هم که افتاد، پسر بزرگ جورج جان یه ادعایی کرده بود. روز اولی که رفته بودن باهاش مصاحبه کرده بودن، گفته بود که من رفتم طبقه بالا، بچه ها رو صدا زدم و بعد خودم فرار کردم اومدم پایین. چند روز بعد این حرف رو پس گرفت، گفت نه من فقط صداشون زدم. یعنی چی؟ یعنی بچه ها رو رفته صدا زده بوده بالا که وقتی آتش گرفته؟ گفته که من بچه ها رو دیدم. خب گفته من بچه ها رفتم بالا، بچه ها بودن، صداشون زدم، گفتم بیاین پایین، بعد خودم فرار کردم اومدم. بعد حرفش رو عوض کرد، گفت فقط صداشون زدم، گفت یعنی دیگه ندیدمشون. و من فکر میکنم کلید معمای ما دست جان بوده، چون جان یا بچه ها رو دیده یا ندیده. خب حالا اینو همه رو داشته باشین. و به جورج و زنش گفتن که بلا، 5 از بچه های شما توی آتش سوزی مردن و تمام، و شما دیگه باید قبول کنین. 2 ژانویه 1946 هم براشون یه مراسمی گرفتن و استخون نداشته و هیچی، عزاداریشون دیگه تموم شد. بعد از چند ماه که دیگه جورج و جنی از شوک اون آتش سوزی اومده بودن بیرون، براشون دیگه سوالاتی شروع کرد به پیش اومدن، به خاطر اینکه خب دیگه اون موقع تو فکر عزاداری و فکر اینکه بچه‌هاش مردن بودن، الان دیگه فکرشون آزاد شده بود. اولین سوالی که براشون پیش اومد این بود که مگه نگفتن متخصصین که جعب فیوز مشکل داشته، برق مشکل داشته، پس چرا موقعی که ما از خونه اومدیم بیرون چراغ کریسمس روشن بود توی خونه، درخت کریسمس روشن بود، من برق رو تونستم روشن کنم؟ خب برق خونه باید قطع میشد اگه آتیش میگرفته. براشون سوال شده بود که چرا همچین اتفاق افتاده. بعد توی روزنامه خوندن که یه آتش سوزی مشابه خونه اینا اتفاق افتاده و یه خانواده 7 نفره توی آتش سوختن، ولی اسکلتشون پیدا شده. چرا اسکلت بچه های ما پیدا نشده؟ بعد تونستن نردبون رو پیدا کنن. نردبون اصلا افتاده بود توی رودی خارج از خونه‌ش، رو 23 متر اون طرف‌تر نردبون رو کی جا به جا کرده بود. بعد از اون مهمتر خطوط تلفن چرا قطع بود و همسایه ها دیده بودن که یه مردی رفته بالای کابل و داره کابل رو قطع میکنه. و بعد که این آقا رو دستگیر کرده بودن، آقای دوز گفته بود که من میخواستم دزدی کنم، میخواستم برق رو قطع کنم، تلفن رو قطع کردم اشتباهی. بعد برق اون وقت با قیچی قطع میکرده. آره بعد گفته بود که آره من به خاطر این بوده و پرونده علیهش تشکیل نشد. جنی مادر بچه ها خیلی سخته، به یه حدی رسیده بود که میرفت استخون مرغ، استخون خوک رو پیدا میکرد، میذاش روی آتیش بسوزه و تماشا میکرد. 2 ساعت 3 ساعت اینا روی آتیش میسوخت و به جایی که پودر بشه از بین بره اون استخونا، بیشتر داغ میشد و اون استخون از بین نمیرفت. و برای جنی سوال بود، بابا خونه من 45 دقیقه سوخته، ما موقعی که رفتیم وسایلا رو جمع کنیم، موقعی که رفتیم هنوز وسایل برقیمون
بوده مثلا لاشه هاش. خیلی سخت میسوزه، خیلی سخته. تو فکر کن مثلا چرخ گوشت وسایل برقیمون بوده تو آتیش کامل نسوخته بوده، چجوری بچه های من کامل سوختن؟ یه دونه دندون از اینا پیدا نشد حتی. و جنی هی اینو ادامه میداد، هی چک میکرد، میدید نه. حتی رفت با یه متخصص صحبت کرد، متخصص بهش گفت اگر درجه حرارت 2000 فارنهایت باشه و دو ساعت تمام بسوزه اون خونه یا هر چیزی که داره آتیش میگیره، باز هم اسکلت از بین نمیره. و الان برای اینا سال بود که چه اتفاقی برای بچه های ما افتاده. شاید اصلا بچه های ما رو دزدیده باشن، شاید یک کسی اینا رو یه کاری کرده. چرا اون شب در پنجره باز بوده؟ چرا در خونه قفل نبوده؟ بچه های من که همیشه این کارو میکردن، کم کم با این اتفاقایی که علامت سوالهایی که داشت پیش میومد، یه سری شاهد هم جلو اومدن. اولی کسی که جلو اومد یه آقای راننده اتوبوس بود که گفت من اون شب دیدم که یه سری چیز مثل توپ آتیش به سمت خونه یه جورج پرتاب میشده. و کم کم با آب شدن هوا که زمستون تموم شده بود، سیلویا دختر 2 ساله جورج و جنی توی حیاط یه چیز سبز رنگ پیدا کرد که بعدها گفتن که این مربوط به بمب آناناسیه و که توی جنگ جهانی استفاده می شده. و جورج فکر می کرد که به خونش بمب پرتاب کردن، نارنجک پرتاب کردن فکر کنم بهش می گن، چون بمب بود خیلی سرصدا کنه. آره. حالا حتما چیز خاصی بوده دیگه. آره. ما نمی دونیم دقیقا میشه، ولی می گفتن مربوط به بمب آناناسی همچین چیزی. بعدش یه خانم اومد گفت که من اون شب که داشتم آتیش سوزی خونتون رو نگاه میکردم، 5 تا بچه شما رو توی ماشین دیدم که از جلوم رد میشن از توی جاده. یه خانم دیگه اومد گفت صبحش بعد از آتیش سوزی، صبحش بچه ها اومدن توی رستوران نهار صبحونه خوردن، من دیدم بچه ها رو. بعد از یه مدت گفت یک هفته بعد که مثلا یه فاصله خیلی دور از خونه جورج و جنی، یه خانم دیگه اومد گفت اینا اومدن توی هتل ما با یه خانم آقای ایتالیایی و من نمیتونستم با بچه ها دقیق صحبت کنم چون اون خانم آقای ایتالیایی اجازه نمیدادن، ولی من بچه ها رو توی هتل دیدم. یعنی همش سرنخاییه که احتمال داره همین مخالفا این کارو کرده باشن. آره ببین، اینا سرنخایی که داره به ما میده، ولی در این حال اینا شاهدن. یعنی ما نمیتونیم مثلا بگیم 100% اثبات کنیم مطمئن باشیم. بعد از اون جورج یه سری متخصص خودش آورد و متخصصا گفتن برخلاف گفته کارشناسای اداره پلیس، آتش سوزی از سقف خونه شروع شده، از جعبه فیوز داخل اتاق کار جورج شروع نشده. و همه اینا علامت سوالایی بود که هی به سمتشون می اومد. جورج وقتی با این چیزها روبرو شد، تصمیم گرفت که یه کارگاه خصوصی استخدام کنه، چون شایعه هم زیاد بود. یکی از شایعه هایی که وجود داشت این بود که بقایای بچه ها پیدا شده و موریس سرپرست آتش نشانه اونو برده یه جایی دفن کرده. ظاهرا این آقای موریس که سرپرست آتش نشانه ها بود به یه وزیری اعتراف کرده بود که من یه قلب پیدا کردم، حالا دقت کن، قلب پیدا کردم، قلب رو بردم دفن کردم خودم توی جعبه فلزی دفن. استخون میگفتی، دندون میگفتی، چیز قابل قبول داری، قلب رو پیدا کردم. قلب سالم پیدا کرده. این آقای کارگاه خصوصی اولین کاری که کرد رفت سراغ موریس و به این آقای موریس گفت که تو مگه نمیگه قلب پیدا کردی؟ بیا قلب رو من نشون بده. و موریس هم قبول کرد. که این قلب رو نشون بده و اینها رو برد یه جایی که اون جعبه فلزی که قلب رو داخلش گذاشته بود و دفن کرده بود رو با هم در آوردن و بردنش به پزشکی قانونی تا این قلب رو بررسی کنه. در پزشکی قانونی وقتی که بررسی کردن، قلب آدمیزاد که نبود، هیچی، قلب گاو بود و اصلا توی آتش سوزی نبود. یعنی قلب سالم گاو رو گذاشته بود داخل جعبه و دفنش کرده بود. احتمالاً فهم می‌خواستم مثلا مشهور بشه یا اسمش جایی نمیدونم. ببین یه سری شایعه دیگه هم وجود داره، شایعه هایی که میگن احتمالاً موریس چیزی پیدا کرده ولی دور انداختتشون،
که من میگم این با عقل جور در نمیاد که تو مثلا بقایایی پیدا کنی، بقایای آدمو دور بندازی، بعد بیا بهش قلب گاو بذاری، بعد بهش بیا قلب گاو بذاری. یعنی مثلا این شایعه هم وجود داره که میگن که چون اونا رو دور ریخته اومده اینو گذاشته بذاره. من که با عقل جور در نمیاد، به نظر من عقل جور در نمیاد. حتی یه سری شایعه دیگه هم بود، این بود که میگفتن که شاید موریس به خاطر اینکه میخواسته خانواده جورج رو به یک آرامشی برسونه این کار انجام داده. به نظر من این کارش هم اگه بوده واقعا احمقانه بوده. واقعا احمقانه بوده. جورج تمام چیزهایی که میشنید، تمام شایعه‌ای که میشنید رو پیگیری میکرد. یک بار به یک روزنامه‌ای برخورد که عکس یک دختری که هم سن و سال دخترش بتی بود که در آتش سوزی از بین رفت متاسفانه رو توی روزنامه دید و به نظرش خیلی شبیه دخترش میومد. اصلا یعنی خیلی شبیه بود، انقدر شبیه بود که تصمیم گرفت بره نیویورک و این دختر رو از نزدیک ببینه. وقتی که رفت نیویورک خانواده دختر اجازه ندادن. هر چقدر که جورج اصرار کرد که شما فقط بذارید من از نزدیک ببینمش، ولی اتفاقی نمیفته. خب از نزدیک ببینم، من همینو میگم که چرا نذاشتن من نمیفهمم. یعنی به هیچ عنوان اجازه ندادن که جورج مشکوک میشه به این چیزا. آره آدم مشکوک میشه. در سال 1949 جورج تصمیم گرفت که یک بار برای همیشه این قضیه رو تموم کنه. یه آقایی که خیلی معروف بود رو آورد و بهش گفت که اگر بچه های من پودر شده باشن باید یه تیکه استخون ازشون باشه توی این خاکی که من اومدم روش خاک ریختم، بیا این خاک رو بررسی کنیم. اومدن اونجا رو کندن چون تمام خونه ریخته بود توی زیر زمین، پس یعنی همه چیز بود. میکنن. آره دیگه، همه میکندن در میورد، همه چیز رو میکندن. و این آقا اومدن اون خاکا رو جابجا کردن و شروع کردن به گشتن. فرهنگ لغت بچه‌ها رو پیدا کردن. از این لحاظ مهمه که اون فرهنگ لغت کاغذی بوده، اصلا اول باید میسوخته دیگه، باید میسوخته، ولی پیدا شده. چند تا سکه پیدا شده، اسباب بازی بچه‌ها پیدا شده و چند تا تیکه استخون که مشخص شد این استخون‌ها استخون‌های کمر آدمه. استخون‌هایی که پیدا شدن از خیلی لحاظا خیلی مهم بودن، ولی اون زمان ما تکنولوژی دی ان ای رو نداشتیم که دی ان ای بگیریم و مطمئن شیم که اینا متعلق به بچهای جورج هستن یا نه. ولی خب از لحاظ علم پزشکی به هر جهت پیشرفت کرده بودن. اینا رو فرستادن به یک مرکز پزشکی و در اونجا متخصصین گفتن که این استخون‌های کمر بر اساس ویژگی‌هایی داره، ویژگی‌هایی که داره که علمیه و من نمیتونم توضیحشون بدم، اینه که این استخون‌ها متعلق به یک پسریه که بین 17 تا 23 سال داشته باشه. یعنی فقط این بازه سنی، کمتر از این یا بیشتر از این نمیشه باشه. ولی در صورتی که ما میدونیم کوچکترین بچه، بزرگترین بچه جورج که توی آتش سوزی بود موریس بود که 14 سالش بود، برای همین میگفتن که این استخون‌ها متعلق به موریس یا بچه‌های دیگه نیستش. ولی یه چیز دیگه هم مهم بود، این که این استخون‌ها در معرض آتش قرار نگرفته بود. یعنی متعلق کسی که تو آتش سوزی بودن نیستش، نه اثرات سوختگی نداشت. و یک نتیجه گرفتن، اون هم این که اون خاکی که جورج آورده بود ریخته بود روی اون باقی مونده زمین، آره اون از اونجا آورده، یعنی از جایی بوده که استخون، یعنی توش استخون بود، از اون آره. با استخون اومده، اون با استخون اومده و متعلق بچهای جورج نیستش. ولی با این حال چون آزمایش دی ان ای از این تیکه های استخون نگرفتن، ما نمیتونیم بازم مطمئن باشیم. یعنی خب دیگه واقعا نمیشه مطمئن بود. و این استخون ها را هم همون سال 1949 به جورج برگردوندن و مکان الانش هم معلوم نیست، حالا یا دست بچه های جورج مشخص نیست که آزمایش دی ان ای بگیرن و ما مطمئن شیم که یک بار برای همیشه بچه های جورج اونجا مردن یا نه. جورج حتی تلاش کرد که توجه FBI رو به این پرونده جلب کنه، حتی موفقم شد. ولی موقعی که FBI درخواست کمک داده بودن به اداره پلیس که شهری که جورج در اون زندگی میکرد و آتش نشانی، اداره پلیس آتش نشانی قبول نکردن.
چه دلیل داشته با هم قبول نکنن؟ قبول یعنی مثلا نکردن. اگه کاسه زیر نیم کاسه نباشه یا مثلا چی بهش میگن کمکاری نکرده باشن الان باید قبول میکردن. اصلا خیلی عجیبه، قبول نکردم. و اف بی آی در نامه‌ای که جورج نوشته بود بهشون، خود رئیس اف بی آی پاسخ داد، گفت ما میخواستیم کمک کنیم، ما دوست داشتیم در این پرونده همکاری کنیم، ولی اونا درخواست ما رو رد کردن. و کم کم از نظر اداره پلیس این پرونده رو به سردی رفت و علنا دیگه تحقیقات رسمی بسته شد. گفتن که اینها مردن توی آتش سوزی و دیگه کاری از ما بر نمیاد. برای همین پرونده بسته شد، ولی جورج همچنان پیگیر بود. اولین کاری کرد اومد یه بیلبوردی درست کرد، عکس بچه ها رو چسبوند روش و به مدت 40 سال 40 سال این بیلبورد چسبیده بود توی بزرگراهی، که یعنی هر کی رد میشد اون بیلبورد به مدت 40 سال میدیدن که با مرگ همسر جورج، یعنی جنی، اون بیلبورد و بچه های دیگه شون پایین آوردن و علنا دیگه تموم شد همه چیز. جورج تا لحظه مرگش پیگیر این ماجرا بود. مثلا یک بار شنید از یک زنی که بهش نامه نوشت و گفته بود که مارتا یکی از دخترهای جورج توی صومعه زندگی میکنه. رفت اونجا پیگیر شد و دید که نه، دخترش مارتا نیست. یک بار دیگه شنید که چند یکی از اقوام جنی همسرش یه سری بچه دارن که خیلی شبیه به بچه های اوناست. حتی رفت اونجا و پیگیری کرد که ببینه بچه های خودشان یعنی هیچ وقت ناامید نمیشده. هیچ وقت ناامید نمیشده. یک بار از یک زنی که توی بار کار میکرد یه نامه دریافت کرد و گفت که یک پسری اومده توی بار اینجا کنار من و وقتی که مست کرده هویتش رو برای من آشکار کرده و داستان زندگیش رو برای من تعریف کرده که دزدیدنش و الان نمیتونه با خانوادش در ارتباط باشه. جورج حتی رفت اونجا و پیگیری کرد، سعی کرد اونها رو پیدا کنه و باهاشون حرف بزنه، ولی خب موفق نشد. و سالها بعد داماد جورج میگفت که جورج همچنان در مورد این مسئله شک داشته و مطمئن بوده که این شاید پسرش میبوده. 23 سال بعد از آتش سوزی جنی نامه‌ای دریافت کرد که از کنتاکی اومده بود و آدرس فرستنده نداشت. در نامه یه دونه عکس بود از پسری که تقریبا اواسط 20 سالگیشه و موهای فری داره، موهاش مشکیه، بینی بدون قوز و یه کمی کج، ابروش یه ذره بالاه. و قبل از این که جنی نوشته های پشت عکس رو بخونه قلبش یه ذره تکون خورد و احساس کرد که خیلی شبیه پسرش لوییه که در زمان آتش سوزی 9 سالش بوده و اگر زنده می بود الان یه چیز حدود 31-32 سالش بود. اما نوشته های پشت عکس هم جالب بود. درسته که اسم لوئیس رو نوشته بود و اینها هم گفتن که شبیه لوئیسه و واقعا هم شبیه، یعنی اصلا بهش نگاه میکنی انگار همون حالت رو داره. اومدن یه کارگاه خصوصی دوباره استخدام کردن، فرستادن کنتاکی، ولی متاسفانه هیچ چیز نتونستن پیدا کنن. جورج عکس پسری هم که براشون رسیده بود رو به اون بیلبوردشون که 40 سال توی آمریکا بود اضافه کرد، ولی خب هیچ وقت هیچ اطلاعاتی نیومد. و خود جورج هم در سال 1969 زمانی که 74 سالش بود تقریبا فوت کرد. ولی خب همیشه جنی و بچه ها به جز جان، همونی که اون شب ادعا کرده بود که بچه ها رو دیده یا ندیده، بعد گفته بود که نه حرفش رو عوض کرده بود، در مورد این داستان حرف می زدن و جان میگفت که باید از این مسئله بگذریم، باید فراموش کنیم، بچه ها مردن. ولی این که اون چی میدونه برای من همیشه سواله. برازم رفتارش هم خیلی مشکوکه که الان گفته باید بگذریم و اینه. خب تا اگه چیزی میدونی واقعا خب بگو. میدونی من چی فکر میکنم؟ یعنی من فکر نمیکنم، حالا من نظر خودم بلیش میگم. خود خانواده معتقدن که بچه ها دزدیده شدن، اون هم توسط کسایی که طرفدار موسولینی بودن و توسط کسی هم دزدیده شدن که بچه ها رو میشناخته، چرا که اینها تونستن در بزنن،
وارد خونه بشن، بچه ها رو سوار ماشین بکنن بدون سرس، یعنی بهشون گفتن خونتون آتیش گرفته بیا سوار ماشین. و اون پسر بزرگه درست اسمش هم جان بود درسته. آره. اونم به نظرم احتمالا اون طرف رو دیده و میشناخته و مثلا تهدیدی چیزی شاید کرده بوده. آره دقیقا. ولی اون بچه ها کوچولو بودن و اینکه حالا چرا بعد از این نزدیک نشدن به خانوادهشون، یه عده میگن که شاید تهدید بوده که مثلا شما نباید به خانوادهتون نزدیک بشین، اگه نزدیک بشین مثلا همچین اتفاقی براتون میفته. آره راست جانم همین اتفاق افتاده. آره چون مثلا حالا ما درسته بگیم اون دخترها مثلا یکیشون 5 سالش بود، اون یکی مثلا 10 سالش بود، کوچیک بودن، ولی مثلا موریس دیگه 14 سالش بود، مثلا همه چیزو میفهمید. آخه بچهای کوچیکم مثلا اگه تهدیدشون بکنی از یه چیزی بترسونیشون که مثلا چیه، اونا هم این کار مثلا این کاری بگی انجام نمیدن دیگه. آره ولی خب خیلی های دیگه معتقدن که نه، بچه‌ها همون شب توی آتش سوزی کشته شدن، هیچ تئوری توطئه‌ای پشتش نیست و جورج و جنی نمیخواستن باور کنن که بچه‌هاشون کشته شدن. اتفاقا سیلویا دختر جورج و جنی، یعنی آخرین بچه‌شون، همین سال 2021 فوت کرد و الان دیگه از بچه‌های جورج و جنی کسی زنده نیست که پیگیر این پرونده باشه. خب تو چی فکر میکنی؟ من که فکر میکنم که واقعا تو این که تو آتش سوختنه اصلا با عقل جور در نمیاد، چون هر جور در نظر بگیری استخون و همچنین دندون چیزایی هستن که واقعا با خیلی درجه حرارت بالا از بین میرن و به سادگی آتش نمیگیرن و این 45 دقیقه گفتن حالا سوخته، حتی اگه بیشتر هم بوده آتش سوزی در اون حدی نبوده که مثلا اینا رو از بین ببره. و به نظر من این که واقعا اینا رو دزدیدن و یه کسی آشنا هم بوده که مثلا هم اونا رو تهدید کرده و همین که پسر بزرگه هم تهدید کرده که هیچی نگه. شاید. ولی مثلا میدونی من پیش خودم چی فکر میکنم، این که اینا 4 روز فقط گشتن، یعنی مثلا خب خونه ریخته بوده توی زیر زمین، شاید اگه بیشتر میگشتن شاید چیزی پیدا میشدن. از طرف دیگه میگم خب اگه خفه شده باشن صدایی نمیاد، ولی اتفاقاتی که اون شب ردیف شد، یعنی اینکه نردبون گم شد، ماشین خراب شد، نمیدونم آتش نشانی نیومد، اینا 4 کیلومتر واقعا تو 6-7 ساعت طول نمیکشه. آره مثلا اینا یه چیزی نیست که آدم بگه که مثلا اتفاق نیفتاده. ببین آخه نگاه کن، مثلا یکی دو تا چیز اتفاقیه، نه اینکه این همه چیز پشت سر هم همش اتفاق بیفته، تلفن قطع بشه، آتش نشانی دیر بیاد، بعد فیوز آتیش بگیره ولی چراغا روشن بمونه. مثلا اینا همه. و جنی گفته بود که اگر اون شب اون آقای دوست که ادعا میکنه میگه من برقا رو میخواستم قطع کنم، اگه برقا رو قطع میکرد ما توی آتیش سوزی میسوختیم. حالا جنی چرا این حرف رو زده من نمیدونم، درشو که من مسلما برقی نبوده اون زمان، ولی گفته بود اگه برقا قطع میکردم ما نجات پیدا نمیکردیم. حالا چرا رو خدا میدونه. به هر جهت این پرونده هم حل نشده است. امیدوارم از این پرونده خوشتون اومده باشه. نظراتتون رو در مورد خانواده صادر برای ما بنویسین. همچنین اگه میخواین از همون حمایت کنین باید سابسکرایبمون کنین، لایک کنین، کامنت بذارین و اینکه خیلی ممنونم از حمایتتون. واقعا بعضی وقتا نمیدونم جواب کامنت ها رو چی باید بدیم. تا ویدئوی بعدی خدا نگهدار. خدا نگهدار.